أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر الف لام میم کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزکاران است. پرهیزکاران کسانی هستند که به غیب، آنچه از حس پوشیده و پنهان است، ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. آنان که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو بر پیامبران پیشین نازل گردیده ایمان می آورند و به رستاخیز یقین دارند. آنان بر طریق هدایت پروردگارشانند و آنان رستگارانند. کسانی که کافر شدند برای آنان تفاوت نمی کند که آنان را از عذاب الهی بترسانی یا نترسانی، ایمان نخواهند آورد. بر دلها و گوشهای آنان مهر نهاده و بر چشمهایشان پرده ای افکنده شده و عذاب بزرگی در انتظار آنهاست. گروهی از مردم کسانی هستند که میگویند به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده ایم، در حالی که ایمان ندارند. میخواهند خدا و مؤمنان را فریب دهند، در حالی که جز خودشان را فریب نمی دهند. اما نمی فهمند. در دلهای آنان یک نوع بیماری است. خداوند بر بیماری آنان افزوده و به خاطر دروغهایی که می گفتند عذاب دردناکی در انتظار آنهاست. و هنگامی که به آنان گفته شود در زمین فساد نکنید، می گویند ما فقط اصلاح کننده ایم. آگاه باشید، اینها همان مفسدانند، ولی نمی فهمند. و هنگامی که به آنان گفته شود همانند سایر مردم ایمان بیاورید، می گویند آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟ بدانید اینها همان ابلهانند، ولی نمی دانند. و هنگامی که افراد با ایمان را ملاقات می کنند، می گویند ما ایمان آورده ایم، ولی هنگامی که با شیطانهای خود خلوت می کنند می گویند ما با شما ایم، ما فقط آنها را مسخره می کنیم. خداوند آنان را استهزا می کند و آنها را در طغیانشان نگه می دارد تا سرگردان شوند. آنان کسانی هستند که هدایت را به گمراهی فروخته اند و این تجارت آنها سودی نداده و هدایت نیافتند. آنان منافقان همانند کسی هستند که آتشی افروخته تا در بیابان تاریک راه خود را پیدا کند، ولی هنگامی که آتش اطراف او را روشن ساخت، خداوند طوفانی می‌فرستد و آن را خاموش می‌کند و در تاریکی‌های وحشتناکی که چشم کار نمی کند آنها را رها می سازد. آنها کران، گندها و کورانند، لذا از راه خطا باز نمی گردند. یا همچون بارانی از آسمان که در شب تاریک همراه با رعد و برق و صاعقه بر سر ره گذران ببارد، آنها از ترس مرگ انگشتانشان را در گوشهای خود می گذارند تا صدای صاعقه را نشنوند. و خداوند به کافران احاطه دارد و در قبضه قدرت او هستند. روشنایی خیره کننده برق نزدیک است چشمانشان را برو باید. هر زمان که برق جستن می کند و صفحه بیابان را برای آنها روشن می سازد، چند گامی در پرتو آن راه می روند و چون خاموش می شود توقف می کنند. و اگر خدا بخواهد گوش و چشم آنها را از بین می برد
چرا که خداوند بر هر چیز تواناست. ای مردم، پروردگار خود را پرستش کنید، آن کس که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا پرهیزگار شوید. آن کس که زمین را بستر شما و آسمان را همچون سقفی بالای سر شما قرار داد و از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیله آن میوه ها را پرورش داد تا روزی شما باشد. بنابراین برای خدا همتایانی قرار ندهید، در حالی که می دانید هیچ یک از آنها نه شما را آفریده اند و نه شما را روزی می دهند. اگر درباره آنچه بر بنده خود پیامبر نازل کرده ایم شک و تردید دارید، دست کم یک سوره همانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر خدا برای این کار فرا خوانید اگر راست میگویید. پس اگر چنین نکنید که هرگز نخواهید کرد، از آتشی بترسید که هیزم آن بدنهای مردم گناهکار و سنگ هاست و برای کافران آماده شده است. کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند بشارت ده که باغهایی از بهشت برای آنهاست که نهرها از زیر درختانش جاری است. هر زمان که میوه از آن به آنان داده شود میگویند این همان است که قبلا به ما روزی داده شده بود. و میوه هایی که برای آنها آورده می شود همه یکسانند و برای آنان همسرانی پاک و پاکیزه است و جاودانه در آن خواهند بود. خداوند از این که به موجودات ظاهرن کوچکی مانند پشه و حتی کمتر از آن مثال بزند شرم نمی کند. در این میان آنان که ایمان آورده اند می دانند که آن حقیقتی است از طرف پروردگارشان، و اما آنها که راه کفر را پیموده اند می گویند منظور خداوند از این مثل چه بوده است؟ آری، خدا جمع زیادی را با آن گمراه و گروه بسیاری را هدایت می کند، ولی تنها فاسقان را با آن گمراه می سازد. فاسقان کسانی هستند که پیمان خدا را پس از محکم ساختن آن می شکنند و پیوندهایی را که خدا دستور داده برقرار سازند قطع نموده و در روی زمین فساد می کنند. اینها زیانکارانند. چگونه به خداوند کافر می شوید در حالی که شما مردگان و اجسام بیروحی بودید و او شما را زنده کرد، سپس شما را می میراند و بار دیگر شما را زنده می کند، سپس به سوی او بازگردانده می شوید. او خدایی است که همه آنچه را از نعمتها در زمین وجود دارد برای شما آفرید، سپس به آسمان پرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود و او به هر چیز آگاه است. به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من در روی زمین جانشینی قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند پروردگارا، آیا کسی را در آن قرار می دهی که فساد و خونریزی کند؟ زیرا موجودات زمینی دیگر که قبل از این آدم وجود داشتند نیز به فساد و خونریزی آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان عبادت است، ما تسبیح و حمد تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می کنیم. پروردگار فرمود من حقایقی را می دانم که شما نمی دانید. سپس علم اسماء، علم اسرار آفرینش و نامگذاری موجودات را همگی به آدم آموخت.
بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر راست میگویید اسامی اینها را به من خبر دهید. فرشتگان عرض کردند منزهی تو، ما چیزی جز آنچه به ما تعلیم داده ای نمی دانیم. تو دانا و حکیمی. فرمود ای آدم، آنان را از اسامی این موجودات آگاه کن. هنگامی که آنان را آگاه کرد خداوند فرمود آیا به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین را می دانم و نیز می دانم آنچه را شما آشکار می کنید و آنچه را پنهان می داشتید. و یاد کن هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده و خضوع کنید، همگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و از کافران شد. و گفتیم ای آدم، تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از نعمتهای آن از هر جا می خواهید گوارا بخورید، اما نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد. پس شیطان موجب لغزش آنها از بهشت شد و آنان را از آن چه در آن بودند بیرون کرد. و در این هنگام به آنها گفتیم همگی به زمین فرود آیید، در حالی که بعضی دشمن دیگری خواهید بود و برای شما در زمین تا مدت معینی قرارگاه و وسیله بهره برداری خواهد بود. سپس آدم از پروردگارش کلماتی دریافت داشت و با آنها توبه کرد و خداوند توبه او را پذیرفت، چرا که خداوند توبه پذیر و مهربان است. گفتیم همگی از آن فرود آیید، هرگاه هدایتی از طرف من برای شما آمد کسانی که از آن پیروی کنند نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین شوند. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را دروغ پنداشتند اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود. فرزندان اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید و به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم و تنها از من بترسید و به آنچه نازل کرده ام قرآن ایمان بیاورید که نشانه های آن با آنچه در کتاب های شماست مطابقت دارد و نخستین کافر به آن نباشید و آیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید و تنها از من بترسید و حق را با باطل نیامیزید و حقیقت را با این که می دانید کتمان نکنید. نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید. آیا مردم را به نیکی دعوت می کنید اما خودتان را فراموش می نمایید با اینکه شما کتاب آسمانی را می خوانید؟ آیا نمی اندیشی؟ از صبر و نماز یاری جویید و این کار جز برای خاشعان گران است. آنها کسانی هستند که می دانند دیدار کننده پروردگار خیشند و به سوی او باز می گردند. بنی اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به خاطر بیاورید و نیز به یاد آورید که من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم و از روزی بترسید که کسی مجازات دیگری را نمی پذیرد و نه از او شفاعت پذیرفته می شود و نه غرامت از او قبول خواهد شد و نه یاری می شوند. و نیز به یاد آورید آن زمان که شما را از چنگال فرعونیان رهایی بخشیدیم که همواره شما را به بدترین صورت آزار می دادند. پسران شما را سر می بریدند و زنان شما را برای کنیزی زنده نگه می داشتند و
در اینها آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود. به خاطر بیاورید هنگامی را که دریا را برای شما شکافتیم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را غرق ساختیم، در حالی که شما تماشا می کردید. به یاد آورید هنگامی را که با موسی 40 شب وعده گذاردیم و او برای گرفتن فرمانهای الهی به میعادگاه آمد. سپس شما گوساله را بعد از او معبود خود انتخاب نمودید، در حالی که ستمکار بودید. سپس شما را بعد از آن بخشیدیم، شاید شکر این نعمت را به جا آورید. و نیز به خاطر آورید هنگامی را که به موسی کتاب و وسیله تشخیص حق از باطل را دادیم تا هدایت شوید، و زمانی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، شما با انتخاب گوساله به خود ستم کردید، پس توبه کنید و به سوی خالق خود بازگردید و خود را به قتل برسانید، این کار برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است. سپس خداوند توبه شما را پذیرفت، زیرا که او توبه پذیر و رحیم است. و نیز به یاد آورید هنگامی را که گفتید ای موسی، ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد مگر اینکه خدا را آشکارا با چشم خود ببینیم. پس صاعقه شما را گرفت در حالی که تماشا می کردید. سپس شما را پس از مرگتان حیات بخشیدیم، شاید شکر نعمت او را به جا آورد. و ابر را بر شما سایبان قرار دادیم و من شیره مخصوص و لذیذ درختان و سلوا مرغان مخصوص شبیه کبوتر را بر شما فرستادیم و گفتیم از نعمتهای پاکیزه‌ای که به شما روزی داده ایم بخورید، ولی شما کفران کردید. آنها به ما ستم نکردند بلکه به خود ستم می نمودند. و به خاطر بیاورید زمانی را که گفتیم در این شهر بیت المقدس وارد شوید و از نعمتهای فراوان آن از هر جا می خواهید بخورید و از در معبد بیت المقدس با خضوع و خشوع وارد گردید و بگویید خداوندا گناهان ما را بریز تا خطاهای شما را ببخشیم و به نیکوکاران پاداش بیشتری خواهیم داد. اما افراد ستمگر این سخن را که به آنها گفته شده بود تغییر دادند، لذا بر ستمگران در برابر این نافرمانی عذابی از آسمان فرستادیم. و به یاد آورید زمانی را که موسی برای قوم خیش آب طلبید، به او دستور دادیم عصای خود را بر آن سنگ مخصوص بزن، ناگاه 12 چشمه آب از آن جوشید، آنگونه که هر یک از طوایف 12 گانه بنی اسرائیل چشمه مخصوص خود را می شناختند. و گفتیم از روزیهای الهی بخورید و بیاشامید و در زمین فساد نکنید. و نیز به خاطر بیاورید زمانی را که گفتید ای موسی، هرگز حاضر نیستیم به یک نوع قضا اکتفا کنیم، از خدای خود بخواه که از آنچه زمین می رویاند از سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیازش برای ما فراهم سازد. موسی گفت آیا غذای پستر را به جای غذای بهتر انتخاب می کنید؟ در شهری فرود آیید، زیرا هر چه خواستید در آنجا برای شما هست و مهر ذلت و نیاز بر پیشانی آنها زده شد و باز گرفتار خشم خدایی شدند، چرا که آنان نسبت به آیات الهی کفر می‌ورزیدند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند. اینها به خاطر آن بود که گناهکار و متجاوز بودند.
کسانی که به پیامبر اسلام ایمان آوردند و کسانی که به آیین یهود گرویدند و نصارا و سابعان پیروان یحیی، هرگاه به خدا و روز رستاخیز ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است و هیچ گونه ترس و اندوهی برای آنها نیست. و به یاد آورید زمانی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما قرار دادیم و به شما گفتیم آنچه را از آیات و دستورهای خداوند به شما داده ایم با قدرت بگیرید و آنچه را در آن است به یاد داشته باشید و به آن عمل کنید، شاید پرهیزگار شوید. سپس شما پس از این روی گردان شدید و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود از زیانکاران بودید. طور قطع از حال کسانی از شما که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند آگاه شده اید. ما به آنها گفتیم به صورت بوزینه‌هایی طرد شده درآیید. ما این کیفر را درس عبرتی برای مردم آن زمان و نسل‌های بعد از آنان و پند و اندرزی برای پرهیزگاران قرار دادیم. و به یاد آورید هنگامی را که موسی به قوم خود گفت خداوند به شما دستور می‌دهد ماده گاوی را ذبح کنید و قطعه ای از بدن آن را به مقتولی که قاتل او شناخته نشده بزنید تا زنده شود و قاتل خیش را معرفی کند و قوقا خاموش گردد. گفتند آیا ما را مسخره می کنی؟ موسی گفت به خدا پناه می برم از این که از جاهلان باشم. گفتند پس از خدای خود بخواه که برای ما روشن کند این ماده گاو چگونه ماده گاوی باشد. گفت خداوند می فرماید ماده گاوی است که نه پیر و از کار افتاده باشد و نه بکر و جوان، بلکه میان این دو باشد. آنچه به شما دستور داده شده هر چه زودتر انجام دهید. گفتند از پروردگار خود بخواه که برای ما روشن سازد رنگ آن چگونه باشد. گفت خداوند میگوید گاوی باشد زرد یک دست که بینندگان را شاد و مسرور سازد. گفتند از خدایت بخواه برای ما روشن کند که چگونه گاوی باید باشد، زیرا این گاو برای ما مبهم شده و اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد. گفت خداوند می فرماید گاوی باشد که نه برای شخم زدن رام شده و نه برای زراعت آب کشی کند، از هر عیبی بر کنار باشد و حتی هیچ گونه رنگ دیگری در آن نباشد. گفتند الان حق مطلب را آوردی. سپس چنان گاوی را پیدا کردند و آن را سر بریدند، ولی مایل نبودند این کار را انجام دهند. و به یاد آورید هنگامی را که فردی را به قتل رساندید، سپس درباره قاتل او به نزاع پرداختید و خداوند آنچه را مخفی می داشتید آشکار می سازد. پس فرمودیم پاره ای از آن گاو سربریده را به آن مقتول بزنید تا زنده شود. این گونه خدا مردگان را زنده می کند و آیات خود را به شما می نمایاند، باشد که بیندیشید. سپس دلهای شما بعد از این واقعه سخت شد همچون سنگ یا سخت تر، چرا که پاره ای از سنگ ها می شکافد و از آن نهرها جاری می شود و پاره ای از آنها شکاف بر می دارد و آب از آن تراوش می کند و پاره ای از خوف خدا از فراز کوه به زیر می افتد. اما دلهای شما نه از خوف خدا می تپد و نه سرچشمه علم و دانش و عواطف انسانی است و خداوند از اعمال شما غافل نیست.
آیا انتظار دارید به آیین شما ایمان بیاورند؟ با اینکه عده‌ای از آنان سخنان خدا را می‌شنیدند و پس از فهمیدن آن را تحریف می‌کردند، در حالی که علم و اطلاع داشتند. و هنگامی که مؤمنان را ملاقات کنند می‌گویند ایمان آورده ایم، ولی هنگامی که با یکدیگر خلوت می‌کنند می‌گویند چرا مطالبی را که خداوند درباره صفات پیامبر اسلام برای شما بیان کرد به مسلمانان بازگو می کنید تا روز رستاخیز در پیشگاه خدا بر ضد شما به آن استدلال کنند؟ آیا نمی فهمید؟ آیا اینها نمی دانند خداوند آنچه را پنهان می دارند یا آشکار می کنند می داند؟ پاره ای از آنان عوامانی هستند که کتاب خدا را جز یک مشت خیالات و آرزوها نمی دانند و تنها به پندارهایشان دل بستند. پس وای بر آنها که نوشته ای با دست خود می نویسند، سپس می گویند این از طرف خداست، تا آن را به بهای کمی بفروشند. پس وای بر آنها از آن چه با دست خود نوشتند و وای بر آنان از آن چه از این راه به دست می آورند. و گفتند هرگز آتش دوزخ جز چند روزی به ما نخواهد رسید. بگو آیا پیمانی از خدا گرفته اید؟ و خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی برزد یا چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید؟ آری، کسانی که مرتکب گناه شوند و آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند، آنها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند. و آنها که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، آنان اهل بهشتند و همیشه در آن خواهند ماند. و بیاد آورید زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند یگانه را پرستش نکنید و به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید و به مردم نیک بگویید و نماز را برپا دارید و زکات بدهید. سپس با اینکه پیمان بسته بودید، همه شما جز عده کمی سرپیچی کردید و از وفای به پیمان خود روی گردان شد. و هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خون هم را نریزید و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید، سپس شما اقرار کردید و بر این پیمان گواه بودید. ما این شما هستید که یکدیگر را می کشید و جمعی از خودتان را از سرزمینشان بیرون می کنید و در این گناه و تجاوز به یکدیگر کمک می نمایید، در حالی که اگر بعضی از آنها به صورت اسیران نزد شما آیند فدیه می دهید و آنان را آزاد می سازید، با اینکه بیرون ساختن آنان بر شما حرام بود. آیا به بعضی از دستورات کتاب آسمانی ایمان می آورید و به بعضی کافر می شوید؟ برای کسی از شما که این عمل تبعیض در میان احکام و قوانین الهی را انجام دهد، جز رسوایی در این جهان چیزی نخواهد بود و روز رستاخیز به شدیدترین عذابها گرفتار می شوند و خداوند از آن چه انجام می دهید غافل نیست. اینها همان کسانند که آخرت را به زندگی دنیا فروختند، از این رو عذاب آنها تخفیف داده نمی شود و کسی آنها را یاری نخواهد کرد. ما به موسی کتاب تورات دادیم و بعد از او پیامبرانی پشت سر هم فرستادیم و به عیسی ابن مریم دلایل روشن دادیم و او را به وسیله روح القدس تأیید کردیم. آیا چنین نیست که هر زمان پیامبری
چیزی برخلاف هوای نفس شما آورد در برابر او تکبر کردید؟ پس عده‌ای را تکذیب کرده و جمعی را به قتل رساندید؟ و آنها از روی استهزاء گفتند دلهای ما در غلاف است. خداوند آنها را به خاطر کفرشان از رحمت خود دور ساخته و کمتر ایمان می آورند. هنگامی که از طرف خداوند کتابی برای آنها آمد که موافق نشانه هایی بود که با خود داشتند و پیش از این به خود نوید پیروزی بر کافران می دادند، با این همه هنگامی که این کتاب و پیامبری را که از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد به او کافر شدند. لعنت خدا بر کافران باد. ولی آنها در مقابل بهای بدی خود را فروختند که به ناروا به آیاتی که خدا فرستاده بود کافر شدند و معترض بودند چرا خداوند به فضل خیش بر هر کس از بندگانش بخواهد آیات خود را نازل می کند. از این رو به خشمی بعد از خشمی گرفتار شدند و برای کافران مجازاتی خار کننده است. و هنگامی که به آنها گفته شود به آنچه خداوند نازل فرموده ایمان بیاورید، می گویند ما به چیزی ایمان می آوریم که بر خود ما نازل شده است و به غیر آن کافر می شوند، در حالی که حق است و آیاتی را که بر آنها نازل شده تصدیق می کند. بگو اگر راست می گویید و به آیاتی که بر خودتان نازل شده ایمان دارید، پس چرا پیامبران خدا را پیش از این به قتل می رساندید؟ و نیز موسی آن همه معجزات را برای شما آورد و شما پس از غیبت او گوساله را انتخاب کردید در حالی که ستمگر بودید. و بیاد آورید زمانی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما برافراشتیم و گفتیم این دستوراتی را که به شما داده ایم محکم بگیرید و درست بشنوید. آنها گفتند شنیدیم ولی مخالفت کردیم. و دلهای آنها بر اثر کفرشان با محبت گوساله آمیخته شد. بگو ایمان شما چه فرمان بدی به شما میدهد اگر ایمان دارید. بگو اگر آنچنان که مدعی هستید سرای آخرت در نزد خدا مخصوص شماست نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگویید. ولی آنها به خاطر اعمال بدی که پیش از خود فرستاده اند هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و خداوند از ستمگران آگاه است. و آنها را حریص‌ترین مردم، حتی حریص‌تر از مشتکان بر زندگی خواهی یافت، تا آنجا که هر یک از آنها آرزو دارد 1000 سال عمر به او داده شود، در حالی که این عمر طولانی او را از کیفر الهی باز نخواهد داشت و خداوند به اعمال آنها بیناست. آنها میگویند چون فرشته‌ای که وحی را بر تو نازل می‌کند جبرئیل است و ما با جبرئیل دشمن هستیم به تو ایمان نمی‌آوریم. بگو کسی که دشمن جبرئیل باشد در حقیقت دشمن خداست، چرا که او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو نازل کرده است در حالی که کتب آسمانی پیشین را تصدیق می‌کند و هدایت و بشارت است برای مؤمنان. کسی که دشمن خدا و فرشتگان و رسولان او و جبرئیل و میکائیل باشد کافر است و خداوند دشمن کافران است. ما نشانه های روشنی برای تو فرستادیم و جز فاسقان کسی به آنها کفر نمی ورزد. و آیا چنین نیست که هر بار آنها یهود پیمانی با خدا و پیامبر بستند
جمعی از ایشان آن را دور افکندند و مخالفت کردند؟ آری بیشتر آنان ایمان نمی آورند. هنگامی که فرستاده ای از سوی خدا به سراغشان آمد و با نشانه هایی که نزد آنها بود مطابقت داشت، جمعی از آنان که به آنها کتاب آسمانی داده شده بود کتاب خدا را پشت سر افکندند، گویی هیچ از آن خبر ندارند. و یهود از آن که شیاطین در عصر سلیمان بر مردم می‌خواندند پیروی کردند. سلیمان هرگز کافر نشد، ولی شیاطین کفر ورزیدند و به مردم سحر آموختند. و نیز یهود از آن که بر دو فرشته بابل هاروت و ماروت نازل شد پیروی کردند و به هیچ کس چیزی یاد نمی دادند مگر اینکه از پیش به او می گفتند ما وسیله آزمایشیم، کافر نشو. ولی آنها از آن دو فرشته مطالبی را می آموختند که بتوانند به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند، ولی هیچگاه نمی توانند بدون اجازه خداوند به انسانی زیان برسانند. آنها قسمتهایی را فرا می گرفتند که به آنان زیان می رسانید و نفعی نمی داد و مسلماً می دانستند هر کسی خریدار این گونه متاع باشد در آخرت بهره ای نخواهد داشت. و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن فروختند اگر می دانستند. و اگر آنها ایمان می آوردند و پرهیزگاری پیش می کردند، پاداشی که نزد خداست برای آنان بهتر بود اگر آگاهی داشتند. ای افراد با ایمان، نگویید رائنا، بلکه بگویید انظرنا، زیرا کلمه اول هم به معنی ما را مهلت بده و هم به معنی ما را تحمیق کن می باشد و دستاویزی برای دشمنان است. و آنچه به شما دستور داده می شود بشنوید و برای کافران و استهزا کنندگان عذاب دردناکی است. کافران اهل کتاب و همچنین مشرکان دوست ندارند که از سوی خداوند خیر و برکتی بر شما نازل گردد، در حالی که خداوند رحمت خود را به هر کس بخواهد اختصاص می دهد و خداوند صاحب فضل بزرگ است. هر حکمی را نسخ کنیم و یا نسخ آن را به تأخیر اندازیم، بهتر از آن یا همانند آن را می آوریم. آیا نمی دانستی که خداوند بر هر چیز تواناست؟ آیا نمی دانستی که حکومت آسمان ها و زمین از آن خداست و جز خدا ولی و یاوری برای شما نیست؟ آیا می خواهید از پیامبر خود همان تقاضای نامعقولی را بکنید که پیش از این از موسی کردند؟ کسی که کفر را به جای ایمان بپذیرد از راه مستقیم گمراه شده است. بسیاری از اهل کتاب از روی حسد که در وجود آنها ریشه دوانده آرزو می کردند شما را بعد از اسلام و ایمان به حال کفر بازگردانند، با اینکه حق برای آنها کاملا روشن شده است. شما آنها را عفو کنید و گذشت نمایید تا خداوند فرمان خودش را بفرستد. خداوند بر هر چیزی تواناست. و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و هر کار خیری را برای خود از پیش می فرستید آن را نزد خدا خواهید یافت. خداوند به اعمال شما بیناست. آنها گفتند هیچ کس جز یهود یا نصارا هرگز داخل بهشت نخواهد شد. این آرزوی آنهاست. بگو اگر راست میگویید دلیل خود را بیاورید. آری کسی که روی خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد پاداش او
نزد پروردگارش ثابت است، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شوند. یهودیان گفتند مسیحیان هیچ موقعیتی نزد خدا ندارند، و مسیحیان نیز گفتند یهودیان هیچ موقعیتی ندارند، در حالی که هر دو دسته کتاب آسمانی را می خوانند. افراد نادان دیگر همچون مشرکان نیز سخنی همانند سخن آنها داشتند. خداوند روز قیامت درباره آنچه در آن اختلاف داشتند داوری می کند. کیست ستمکارتر از آن کس که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیری کرد و سعی در ویرانی آنها نمود؟ شایسته نیست آنان جز با ترس و وحشت وارد این کانونهای عبادت شوند. بهره آنها در دنیا فقط رسوایی است و در آخرت عذاب عظیم الهی. مشرق و مغرب از آن خداست و به هر سو رو کنید خدا آنجاست. خداوند بی نیاز و داناست. و یهود و نصارا و مشرکان گفتند خداوند فرزندی برای خود انتخاب کرده است، منزه است او، بلکه آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و همه در برابر او خاضعند. هستی بخش آسمان ها و زمین است و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند تنها میگوید موجود باش و آن فوری موجود می شود. افراد ناآگاه گفتند چرا خدا با ما سخن نمی گوید؟ و یا چرا آیه و نشانه ای برای خود ما نمی آید؟ پیشینیان آنها نیز همین گونه سخن می گفتند. دلها و افکارشان مشابه یکدیگر است، ولی ما به اندازه کافی آیات و نشانه ها را برای اهل یقین روشن ساخته ایم. ما تو را به حق برای بشارت و بیم دادن مردم جهان فرستادیم و تو مسئول گمراهی دوزخیان پس از ابلاغ رسالت نیستی. هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد تا به طور کامل تسلیم خواسته های آنها شوی و از آیین تحریف یافته آنان پیروی کنی. بگو هدایت الهی تنها هدایت است و اگر از هوا و هوس‌های آنان پیروی کنی بعد از آن که آگاه شده ای هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود. کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده ایم آن را چنان که شایسته آن است می خوانند. آنها به پیامبر اسلام ایمان می آورند و کسانی که به او کافر شوند زیانکارند. ای بنی اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید و نیز به خاطر آورید که من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم. از روزی بترسید که هیچ کس از دیگری دفاع نمی کند و هیچ گونه عوضی از او قبول نمی شود و شفاعت او را سود نمی دهد و از هیچ سوی یاری نمی شوند. به خاطر آورید هنگامی که خداوند ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود و او به خوبی از عهده این آزمایش ها برآمد. خداوند به او فرمود من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. ابراهیم عرض کرد از دودمان من نیز امامانی قرار بده. خداوند فرمود پیمان من به ستمکاران نمی رسد و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند شایسته این مقامند. و به خاطر بیاورید هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان برای مردم قرار دادیم و برای تجدید خاطره از مقام ابراهیم
عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک و پاکیزه کنید. به یاد آورید هنگامی را که ابراهیم عرض کرد پروردگارا این سرزمین را شهر امنی قرار ده و اهل آن را آنها که به خدا و روز باز پسین ایمان آورده اند از ثمرات گوناگون روزی ده. گفت دعای تو را اجابت کردم و مؤمنان را از انواع برکات بهره‌مند ساختم، اما به آنها که کافر شدند بهره کمی خواهم داد، سپس آنها را به عذاب آتش می کشانم و چه بد سرانجامی است. و نیز به یاد آورید هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه کعبه را بالا می بردند و می گفتند پروردگارا از ما بپذیر که تو شنوا و دانا. پروردگارا ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما امتی که تسلیم فرمانت باشند به وجود آور و طرز عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر که تو توبه پذیر و مهربانی. پروردگارا در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه کند، زیرا تو توانا و حکیمی و بر این کار قادری. جز افراد سفیه و نادان چه کسی از آیین ابراهیم با آن پاکی و درخشندگی روی گردان خواهد شد؟ ما او را در این جهان برگزیدیم و او در جهان دیگر از صالحان است. در آن هنگام که پروردگارش به او گفت اسلام بیاور و در برابر حق تسلیم باش، او فرمان پروردگار را از جان و دل پذیرفت و گفت در برابر پروردگار جهانیان تسلیم شدم. و ابراهیم و یعقوب در واپسین لحظات عمر فرزندان خود را به این آیین وصیت کردند: فرزندان من، خداوند این آیین پاک را برای شما برگزیده است و شما جز به آیین اسلام از دنیا نرم. آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید شما حاضر بودید؟ در آن هنگام که به فرزندان خود گفت پس از من چه چیز را می پرستید؟ گفتند خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتا را، و ما در برابر او تسلیم هستیم. آنها امتی بودند که درگذشتند، اعمال آنان مربوط به خودشان بود و اعمال شما نیز مربوط به خود شماست و شما هیچگاه مسئول اعمال آنها نخواهید بود. به کتاب گفتند یهودی یا مسیحی شوید تا هدایت یابید. بگو این آیین‌های تحریف شده هرگز نمی‌تواند موجب هدایت گردد، بلکه از آیین خالص ابراهیم پیروی کنید و او هرگز از مشرکان نبود. گویید ما به خدا ایمان آورده ایم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از فرزندان او نازل گردید و همچنین آنچه به موسی و عیسی و پیامبران دیگر از طرف پروردگارشان داده شده است و در میان هیچ یک از آنها جدایی قائل نمی شویم و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم. اگر آنها نیز به مانند آنچه شما ایمان آورده اید ایمان بیاورند،
هدایت یافتند و اگر سرپیچی کنند از حق جدا شده اند و خداوند شر آنها را از تو دفع می کند و او شنونده و داناست. رنگ خدایی بپذیرید، رنگ ایمان و توحید و اسلام، و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او را عبادت می‌کنیم. بگو آیا درباره خداوند با ما مهاجه می کنید؟ در حالی که او پروردگار ما و شماست و اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست و ما او را با اخلاص پرستش می کنید. یا می گویید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسبات یهودی یا نصرانی بودند؟ بگو شما بهتر می دانید یا خدا؟ و چه کسی ستمکارتر است از آن کس که گواهی و شهادت الهی را که نزد اوست کتمان می کند؟ و خدا از اعمال شما غافل نیست. آنها امتی بودند که درگذشتند. آنچه کردند برای خودشان است و آنچه هم شما کرده اید برای خودتان است و شما مسئول اعمال آنها نیستید. به زودی سبک مغزان از مردم میگویند چه چیز آنها را از قبلهی که بر آن بودند بازگردانید؟ بگو مشرق و مغرب از آن خداست، خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدایت میکند. همان گونه که شما را نیز امت میانه ای قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه باشد، و ما آن قبله ای را که قبلن بران بودی تنها برای این قرار دادیم که افرادی که از پیامبر پیروی می کنند از آنها که به عقب باز می گردند مشخص شوند، و مسلماً این حکم جز بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده دشوار بود، و خدا هرگز ایمان شما را ضایع نمی گرداند زیرا خداوند نسبت به مردم رحیم و مهربان است. نگاه های انتظارآمیز تو را به سوی آسمان می بینیم. اکنون تو را به سوی قبله‌ای که از آن خوشنود باشی باز می گردانیم. پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و هر جا باشید روی خود را به سوی آن بگردانید، و کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شده به خوبی می دانند این فرمان حقی است که از ناحیه پروردگارشان صادر شده و خداوند از اعمال آنها غافل نیست. سوگند که اگر برای اهل کتاب هر گونه آیه و نشانه و دلیلی بیاوری از قبله تو پیروی نخواهند کرد و تو نیز هیچگاه از قبله آنان پیروی نخواهی نمود و حتی هیچ یک از آنها پیروی از قبله دیگری نخواهد کرد، و اگر تو پس از این آگاهی متابعت هوس‌های آنها کنی مسلماً از ستمگران خواهی بود. کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده ایم او پیامبر را همچون فرزندان خود می شناسند، ولی جمعی از آنان حق را آگاهانه کتمان می کنند. این فرمان تغییر قبله حکم حقی از طرف پروردگار توست، بنابراین هرگز از تردید کنندگان در آن مباش. طایفه ای قبله ای دارد که خداوند آن را تعیین کرده است، در نیکی ها و اعمال خیر بر یکدیگر سبقت جویید. هر جا باشید خداوند همه شما را حاضر می کند زیرا او بر هر کاری تواناست. هر جا خارج شدی به هنگام نماز روی خود را به جانب مسجد الحرام کن، این دستور حقی از طرف پروردگار توست و خداوند
از آنچه انجام می دهید غافل نیست. از هر جا خارج شدی روی خود را به جانب مسجد الحرام کن و هر جا بودید روی خود را به سوی آن کنید تا مردم جز ظالمان دلیلی بر ضد شما نداشته باشند. از آنها نترسید و تنها از من بترسید. این تغییر قبله به خاطر آن بود که نعمت خود را بر شما تمام کنم شاید هدایت شد. همان گونه که با تغییر قبله نعمت خود را بر شما کامل کردیم، رسولی از خودتان در میان شما فرستادیم تا آیات ما را بر شما بخواند و شما را پاک کند و به شما کتاب و حکمت بیاموزد و آنچه را نمی دانستید به شما یاد دهد. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و در برابر نعمتهایم کفران نکنید. ای افرادی که ایمان آورده اید، از صبر و استقامت و نماز کمک بگیرید، زیرا خداوند با صابران است. و به آنها که در راه خدا کشته می شوند مرده نگویید، بلکه آنان زنده اند ولی شما نمی فهمید. قطعا همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی و کاهش در مالها و جانها و میوه ها آزمایش می کنیم و بشارت ده به استقامت کنندگان ها که هرگاه مصیبتی به ایشان می رسد می گویند ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم. اینها همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها هستند هدایت یافتگان. صفا و مروه از شعائر خداست، بنابراین کسانی که حج خانه خدا و یا عمره انجام می دهند مانعی نیست که بر آن دو طواف کنند. و کسی که فرمان خدا را در انجام کارهای نیک اطاعت کند، خداوند در برابر عمل او شکرگزار و آگاه است. کسانی که دلایل روشن و وسیله هدایتی را که نازل کرده ایم بعد از آن که در کتاب برای مردم بیان نمودیم کتمان کنند، خدا آنها را لعنت می کند و همه لعن کنندگان نیز آنها را لعن می کنند. و آنها که توبه و بازگشت کردند و اعمال بد خود را با اعمال نیک اصلاح نمودند و آنچرا کتمان کرده بودند آشکار ساختند، من توبه آنها را می پذیرم که من توبه پذیر و مهربانم. آنی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند، لعنت خداوند و فرشتگان و همه مردم بر آنها خواهد بود. همیشه در آن باقی می مانند، نه در عذاب آنان تخفیف داده می شود و نه مهلتی خواهند داشت. خدای شما خداوند یگانه ایست که غیر از او معبودی نیست. اوست بخشنده و مهربان و دارای رحمت عام و خاص. در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز و کشتی هایی که در دریا به سود مردم در حرکتند و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده و با آن زمین را پس از مرگ زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن گسترده و همچنین در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که میان زمین و آسمان مسخرند، نشانه‌هایی است برای مردمی که عقل دارند و می اندیشند. زی از مردم معبودهایی غیر از خداوند برای خود انتخاب می کنند و آنها را همچون خدا دوست می دارند. اما آنها که ایمان دارند عشقشان به خدا شدید تر است و آنها که ستم کردند هنگامی که عذاب الهی را مشاهده کنند خواهند دانست که تمام قدرت از آن خداست و خدا دارای مجازات شدید است. به هنگام
رهبران گمراه و گمراه کننده از پیروان خود بیزاری می جویند و کیفر خدا را مشاهده می کنند و دستشان از همه جا کوتاه می شود. در این هنگام پیروان می گویند کاش بار دیگر به دنیا برمی گشتیم تا از آنها پیشوایان گمراه بیزاری جوییم، آنچنان که آنان امروز از ما بیزاری جستند. آری خداوند این چنین اعمال آنها را به صورت حسرت زایی به آنان نشان می دهد و هرگز از آتش دوزخ خارج نخواهند شد. ای مردم، از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه بخورید و از گام های شیطان پیروی نکنید، چه این که او دشمن آشکار شماست. او شما را فقط به بدی ها و کار زشت فرمان می دهد و نیز دستور می دهد آنچه را که نمی دانید به خدا نسبت دهید. و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید، می گویند نه، ما از آنچه پدران خود را بران یافتیم پیروی می نماییم. آیا اگر پدران آنها چیزی نمی فهمیدند و هدایت نیافتند باز از آنها پیروی خواهند کرد؟ اصل تو در دعوت کافران بسان کسی است که گوسفندان و حیوانات را برای نجات از چنگال خطر صدا می زند ولی آنها چیزی جز سر و صدا نمی شنوند و حقیقت و مفهوم گفتار او را درک نمی کنند. این کافران در واقع کر و لال و نابینا هستند، از این رو چیزی نمی فهمند. ای کسانی که ایمان آورده اید، از نعمتهای پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم بخورید و شکر خدا را به جا آورید اگر او را پرستش می کنید. خداوند تنها گوشت مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام غیر خدا به هنگام ذبح بران گفته شود حرام کرده است، ولی آن کس که مجبور شود در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد گناهی بر او نیست. خداوند آمرزنده و مهربان است. کسانی که کتمان می کنند آنچه را خدا از کتاب نازل کرده و آن را به بهای کمی می فروشند، آنها جز آتش چیزی نمی خورند و خداوند روز قیامت با آنها سخن نمی گوید و آنان را پاکیزه نمی کند و برای آنها عذاب دردناکی است. اینان همانهایی هستند که گمراهی را با هدایت و عذاب را با آمرزش مبادله کرده اند. راستی چقدر در برابر عذاب خداوند شکیبا هستند. اینها به خاطر آن است که خداوند کتاب آسمانی را به حق نازل کرده و آنها که در آن اختلاف می کنند در شکاف عمیقی قرار دارند. نیکی تنها این نیست که به هنگام نماز روی خود را به سوی مشرق و یا مغرب کنید، بلکه نیکی و نیکو کار کسی است که به خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده و مال خود را با همه علاقه ای که به آن دارد به خیشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان انفاق می کند، نماز را برپا می دارد و زکات را می پردازد. و همچنین کسانی که به عهد خود به هنگامی که عهد بستند وفا می کنند و در برابر محرومیت ها و بیماری ها و در میدان جنگ استقامت به خرج می دهند. اینها کسانی هستند که راست می گویند و اینها هستند پرهیزگاران. افرادی که ایمان آورده اید، حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن. پس
اگر کسی از سوی برادر دینی خود چیزی به او بخشیده شود و حکم قصاص او تبدیل به خونبها گردد، باید از راه پسندیده پیروی کند و صاحب خون حال پرداخت کننده دیه را در نظر بگیرد و او قاتل نیز به نیکی دیه را به ولی مقتول بپردازد و در آن مسامحه نکند. این تخفیف و رحمتی است از ناحیه پروردگار شما، و کسی که بعد از آن تجاوز کند عذاب دردناکی خواهد داشت. و برای شما در قصاص حیات و زندگی است، ای صاحبان خرد، شاید شما تقوا پیشه کنید. شما نوشته شده هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر چیز خوبی از خود به جای گذارده برای پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیت کند، این حقی است بر پرهیزگاران. پس کسانی که بعد از شنیدنش آن را تغییر دهند، گناه آن تنها بر کسانی است که آن وصیت را تغییر می دهند. خداوند شنوا و داناست. و کسی که از انحراف وصیت کننده و تمایل یک جانبه او به بعض ورثه، یا از گناه او که مبادا وصیت به کار خلافی کند بترسد و میان آنها را اصلاح دهد، گناهی بر او نیست و مشمول حکم تبدیل وصیت نمی باشد. خداوند آمرزنده و مهربان است. افرادی که ایمان آورده اید، روزه بر شما نوشته شده همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد، تا پرهیزگار شوید. اند روز معدودی را باید روزه بدارید و هر کس از شما بیمار یا مسافر باشد، تعدادی از روزهای دیگر را روزه بدارد. و بر کسانی که روزه برای آنها طاقت فرساست، همچون بیماران مزمن و پیر مردان و پیر زنان، لازم است کفاره بدهند، مسکینی را اطعام کنند. و کسی که کار خیری انجام دهد برای او بهتر است و روزه داشتن برای شما بهتر است اگر بدانید. روزه در چند روز معدود ماه رمضان است، ماهی که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانه‌های هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است. پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد روزه بدارد، و آن کس که بیمار یا در سفر است روزهای دیگری را به جای آن روزه بگیرد. خداوند راحتی شما را می خواهد، نه زحمت شما را. هدف این است که این روزها را تکمیل کنید و خدا را بر این که شما را هدایت کرده بزرگ بشمرید، باشد که شکرگزاری کنید. هنگامی که بندگان من از تو درباره من سؤال کنند، بگو من نزدیکم. دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می‌خواند پاسخ می‌گویم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند. آمیزش جنسی با همسرانتان در شب روزهایی که روزه می‌گیرید حلال است. آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها. هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید. خداوند می‌دانست که شما به خود خیانت می‌کردید و این کار ممنوع را انجام می‌دادید. پس توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید. اکنون با آنها آمیزش کنید و آنچرا خدا برای شما مقرر داشته طلب نمایید و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید صبح از رشته سیاه شب برای شما آشکار گردد. سپس روزه را تا شب تکمیل کنید و در حالی که در مساجد به اعتکاف پرداخته اید با زنان آمیزش نکنید. این
مرزهای الهی است، پس به آن نزدیک نشوید. خداوند این چنین آیات خود را برای مردم روشن می سازد، باشد که پرهیزگار گردند و اموال یکدیگر را به باطل و ناحق در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه قسمتی از آن را به عنوان رشوه به قضات ندهید، در حالی که می دانید این کار گناه است. درباره هلالهای ماه از تو سؤال می کنند، بگو آنها بیان اوقات و تقویم طبیعی برای نظام زندگی مردم و تعیین وقت حج است. کار نیک آن نیست که از پشت خانه ها وارد شوید، بلکه نیکی این است که پرهیزگار باشید و از در خانه ها وارد شوید و تقوا پیشه کنید تا رستگار گردید. و در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید، که خدا تعدی کنندگان را دوست نمی دارد. آنها را بت پرستانی که از هیچ گونه جنایتی عبا ندارند هر کجا یافتید به قتل برسانید، و از آنجا که شما را بیرون ساختند آنها را بیرون کنید، و فتنه و بت پرستی از کشتار هم بدتر است. و با آنها در نزد مسجد الحرام در منطقه حرم جنگ نکنید مگر اینکه در آنجا با شما بجنگند. پس اگر در آنجا با شما پیکار کردند آنها را به قتل برسانید، چنین است جزای کافران. و اگر خودداری کردند خداوند آمرزنده و مهربان است. و با آنها پیکار کنید تا فتنه باقی نماند و دین مخصوص خدا گردد. پس اگر دست برداشتند مزاحم آنها نشوید، زیرا تعدی جز بر ستمکاران روا نیست. ماه حرام در برابر ماه حرام، و تمام حرام ها قابل قصاص است. و به طور کلی هر کس به شما تجاوز کرد همانند آن بر او تعدی کنید، و از خدا بپرهیزید و زیاده روی ننمایید، و بدانید خدا با پرهیزگاران است. و در راه خدا انفاق کنید، و با ترک انفاق خود را به دست خود به هلاکت نیفکنید، و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. و حج و عمره را برای خدا به اتمام برسانید، و اگر محصور شدید و مانعی مانند ترس از دشمن یا بیماری اجازه نداد که پس از احرام بستن وارد مکه شوید، آنچه از قربانی فراهم شود ذبح کنید و از احرام خارج شوید، و سرهای خود را نتراشید تا قربانی به محلش برسد و در قربانگاه ذبح شود. و اگر کسی از شما بیمار بود و یا ناراحتی در سر داشت و ناچار بود سر خود را بتراشد، باید فدیه و کفاره ای از قبیل روزه یا صدقه یا گوسفندی بدهد. و هنگامی که از بیماری و دشمن در امان بودید، هر کس با ختم عمره حج را آغاز کند، آنچه از قربانی برای او میسر است ذبح کند. و هر که نیافت 3 روز در ایام حج و 7 روز هنگامی که باز می گردید روزه بدارد، این 10 روز کامل است. البته این برای کسی است که خانواده او نزد مسجد الحرام نباشد. و از خدا بپرهیزید و بدانید که او سخت کیفر است. حج در ماهای معینی است، و کسانی که با بستن احرام و شروع به مناسک حج حج را بر خود فرض کرده اند، باید بدانند که در حج آمیزش جنسی با زنان و گناه و جدال نیست، و آنچه از کارهای نیک انجام دهید خدا آن را می داند. و زاد و توشه تهیه کنید که بهترین زاد و توشه پرهیزگاری است، و از من بپرهیزید
ای خردمندان، راهی بر شما نیست که از فضل پروردگارتان و از منافع اقتصادی در ایام حج طلب کنید و هنگامی که از عرفات کوچ کردید خدا را نزد مشعر الحرام یاد کنید، او را یاد کنید همانطور که شما را هدایت نمود و قطعاً شما پیش از این از گمراهان بودید. سپس از همانجا که مردم کوچ می کنند به سوی سرزمین منا کوچ کنید و از خداوند آمرزش بطلبید که خدا آمرزنده مهربان است. و چون آداب ویژه حج خود را به جای آوردید، همان گونه که پدران خود را به یاد می آورید یا با یاد کردن بیشتر خدا را به یاد آورید. و از مردم کسی است که می گوید پروردگارا به ما در همین دنیا عطا کن، و حالان که برای او در آخرت نصیبی نیست. و بعضی می گویند پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار. آنها از کار و دعای خود نصیب و بهره ای دارند و خداوند سریع الحساب است. خدا را در روزهای معینی یاد کنید، روزهای 11، 12 و 13 ماه ذی‌الحجه، و هر کس شتاب کند و ذکر خدا را در 2 روز انجام دهد گناهی بر او نیست، و هر که تأخیر کند و 3 روز انجام دهد نیز گناهی بر او نیست، برای کسی که تقوا پیشه کند. و از خدا بپرهیزید و بدانید شما به سوی او محشور خواهید شد. از مردم کسانی هستند که گفتار آنان در زندگی دنیا مایه اعجاب تو می شود، در ظاهر اظهار محبت شدید می کنند و خدا را بر آنچه در دل دارند گواه می گیرند. این در حالی است که آنان سرسخت ترین دشمنانند. نشانه آن این است که هنگامی که روی برمی گردانند و از نزد تو خارج می شوند، در راه فساد در زمین کوشش می کنند و زراعتها و چهار پایان را نابود می سازند، با اینکه می دانند خدا فساد را دوست نمی دارد. هنگامی که به آنها گفته شود از خدا بترسید، لجاجت آنان بیشتر می شود و لجاجت و تعصب آنها را به گناه می کشاند. آتش دوزخ برای آنان کافی است و چه بد جایگاهی است. بعضی از مردم با ایمان و فداکار همچون علی علیه السلام در لیلة المبیت به هنگام خفتن در جایگاه پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم جان خود را به خاطر خوشنودی خدا می فروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان است. کسانی که ایمان آورده اید، همگی در صلح و آشتی درآیید و از گام‌های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست. و اگر بعد از این همه نشانه‌های روشن که برای شما آمده است لغزش کردید و گمراه شدید، بدانید که خداوند توانا و حکیم است. آیا پیروان فرمان شیطان پس از این همه نشانه‌ها و برنامه‌های روشن انتظار دارند که خداوند و فرشتگان در سایه‌هایی از ابرها به سوی آنان بیایند و دلایل تازه‌ای در اختیارشان بگذارند؟ با اینکه چنین چیزی محال است و همه چیز انجام شده و همه کارها به سوی خدا بازگردانده می‌شود. از بنی اسرائیل بپرس چه اندازه نشانه‌های روشن به آنها دادیم؟ و کسی که نعمت خدا را پس از آن که به سراغش آمد تبدیل کند و در مسیر خلاف به کار گیرد، گرفتار عذاب شدید الهی خواهد شد که خداوند سخت کیفر است. زندگی دنیا برای کافران زینت داده شده است، از این رو
افراد با ایمان را که گاهی دستشان تهیست مسخره می کنند، در حالی که پرهیزگاران در قیامت بالاتر از آنان هستند و خداوند هر کس را بخواهد بدون حساب روزی می دهد. مردم در آغاز یک دسته بودند، خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی که به سوی حق دعوت می کرد با آنها نازل نمود تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوری کند. افراد با ایمان در آن اختلاف نکردند، تنها گروهی از کسانی که کتاب را دریافت داشته بودند و نشانه های روشن به آنها رسیده بود به خاطر انحراف از حق و ستمگری در آن اختلاف کردند. خداوند آنهایی را که ایمان آورده بودند به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود به فرمان خودش رهبری نمود و خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند. یا گمان کردید داخل بهشت می شوید بی آنکه حوادثی همچون حوادث گذشتگان به شما برسد؟ همانان که گرفتاری ها و ناراحتی ها به آنها رسید و آنچنان ناراحت شدند که پیامبر و افرادی که با او ایمان آورده بودند گفتند پس یاری خدا کی خواهد آمد؟ در این هنگام تقاضای یاری از او کردند و به آنها گفته شد آگاه باشید یاری خدا نزدیک. تو سؤال می کنند چه چیز انفاق کنند؟ بگو هر خیر و نیکی که انفاق می کنید باید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و درماندگان در راه باشد و هر کار خیری که انجام دهید خداوند از آن آگاه است. جهاد در راه خدا بر شما مقرر شد در حالی که برایتان ناخوشایند است، چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید حالان که خیر شما در آن است، و یا چیزی را دوست داشته باشید حالان که شر شما در آن است، و خدا می داند و شما نمی دانید. از تو درباره جنگ کردن در ماه حرام سؤال می کنند، بگو جنگ در آن گناهی بزرگ است، ولی جلوگیری از راه خدا و گرایش مردم به آیین حق و کفر ورزیدن نسبت به او و حتی احترام مسجد الحرام و اخراج ساکنان آن نزد خداوند مهمتر از آن است و ایجاد فتنه حتی از قتل بالاتر است، و مشرکان پیوسته با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از آیینتان برگردانند، ولی کسی که از آیینش برگردد و در حال کفر بمیرد تمام اعمال نیک گذشته او در دنیا و آخرت برباد می رود و آنان اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود. کسانی که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده اند آنها امید به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است. درباره شراب و قمار از تو سؤال می کنند، بگو در آنها گناه و زیان بزرگی است و منافعی از نظر مادی برای مردم در بر دارند، ولی گناه آنها از نفعشان بیشتر است. و از تو می پرسند چه چیز انفاق کنند، بگو از مازاد نیازمندی خود، این چنین خداوند آیات را برای شما روشن می سازد شاید اندیشه کنید، تا اندیشه کنید درباره دنیا و آخرت. و از تو درباره یتیمان سؤال می کنند، بگو اصلاح کار آنان بهتر است، و اگر زندگی خود را با زندگی آنان بیامیزید مانعی ندارد، آنها برادر دینی شما هستند و همچون یک برادر با آنها رفتار کنید. خداوند مفسدان را از مصلحان باز می شناسد
و اگر خدا بخواهد شما را به زحمت می اندازد و دستور می دهد در عین سرپرستی یتیمان زندگی و اموال آنها را به کلی از اموال خود جدا سازید، ولی خداوند چنین نمی کند، زیرا او توانا و حکیم است. و با زنان مشرک و بت‌پرست تا ایمان نیاورده اند ازدواج نکنید. کنیز با ایمان از زن آزاد بت‌پرست بهتر است، هرچند زیبایی یا ثروت یا موقعیت او شما را به شگفتی آورد. و زنان خود را به ازدواج مردان بت‌پرست تا ایمان نیاورده اند در نیاورید. یک غلام با ایمان از یک مرد آزاد بت‌پرست بهتر است، هرچند مال و موقعیت و زیبایی او شما را به شگفتی آورد. آنها دعوت به سوی آتش می کنند و خدا دعوت به بهشت و آمرزش به فرمان خود می نماید و آیات خیش را برای مردم روشن می سازد، شاید متذکر شوند. از تو درباره حیض سؤال می کنند، بگو چیز زیانبار و آلوده است، از این رو در حالت قاعدگی از زنان کناره گیری کنید و با آنها نزدیکی ننمایید تا پاک شوند، و هنگامی که پاک شدند از طریقی که خدا به شما فرمان داده با آنها آمیزش کنید. خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و پاکان را نیز دوست دارد. زنان شما محل بزرفشانی شما هستند، پس هر زمان که بخواهید می توانید با آنها آمیزش کنید، اثر نیکی برای خود از پیش بفرستید و از خدا بپرهیزید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به مؤمنان بشارت ده. خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید و برای اینکه نیکی کنید و تقوا پیش سازید و در میان مردم اصلاح کنید سوگند یاد ننمایید، و خداوند شنوا و داناست. خداوند شما را به خاطر سوگندهایی که بدون توجه یاد می کنید مؤاخذه نخواهد کرد، اما به آنچه دلهای شما کسب کرده مؤاخذه می کند و خداوند آمرزنده و بردبار است. کسانی که زنان خود را ایلاء می نمایند سوگند یاد می کنند که با آنها آمیزش جنسی ننمایند، حق دارند 4 ماه انتظار بکشند. اگر در این فرصت بازگشت کنند چیزی بر آنها نیست، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. اگر تصمیم به جدایی گرفتند خداوند شنوا و داناست. زنان مطلقه باید به مدت 3 مرتبه عادت ماهانه دیدن انتظار بکشند، و اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند برای آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده کتمان کنند، و همسرانشان برای بازگرداندن آنها و از سرگرفتن زندگی زناشویی در این مدت از دیگران سزاوارترند، در صورتی که به راستی خواهان اصلاح باشند. و برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آنهاست حقوق شایسته ای قرار داده شده و مردان بر آنان برتری دارند، و خداوند توانا و حکیم است. طلاق 2 مرتبه است و در هر مرتبه باید به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند و آشتی نماید، یا با نیکی او را رها سازد و از او جدا شود. و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به آنها داده اید پس بگیرید، مگر اینکه 2 همسر بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند، مانعی برای آنها نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد و طلاق بگیرد. اینها حدود و مرزهای الهی است، از آن تجاوز نکنید،
و هر کس از آن تجاوز کند ستمگر است. اگر بعد از دو طلاق و رجوع بار دیگر او را طلاق داد، از آن به بعد زن بر او حلال نخواهد بود، مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کند و با او آمیزش جنسی نماید. در این صورت اگر همسر دوم او را طلاق گفت، گناهی ندارد که بازگشت کنند و با همسر اول دوباره ازدواج نمایند، در صورتی که امید داشته باشند که حدود الهی را محترم می شمرند. اینها حدود الهی است که خدا آن را برای گروهی که آگاهند بیان می نماید. و گامی که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدند، یا به طرز صحیحی آنها را نگاه دارید و آشتی کنید، و یا به طرز پسندیده ای آنها را رها سازید، و هیچگاه به خاطر زیان رساندن و تعدی کردن آنها را نگاه ندارید، و کسی که چنین کند به خیشتن ستم کرده است، و با این اعمال و سوء استفاده از قوانین الهی آیات خدا را به استهزا نگیرید، و به یاد بیاورید نعمت خدا را بر خود و کتاب آسمانی و علم و دانشی که بر شما نازل کرده و شما را با آن پند می دهد، و از خدا بپرهیزید و بدانید خداوند از هر چیزی آگاه است و از نیات کسانی که از قوانین او سوء استفاده می کنند با خبر است. هنگامی که زنان را طلاق دادید و عده خود را به پایان رساندند، مانع آنها نشوید که با همسران سابق خیش ازدواج کنند، اگر در میان آنان به طرز پسندیده ای ترازی برقرار گردد. این دستوری است که تنها افرادی از شما که ایمان به خدا و روز قیامت دارند از آن پند می گیرند و به آن عمل می کنند. این دستور برای رشد خانواده های شما مؤثرتر و برای شستن آلودگی ها مفیدتر است، و خدا می داند و شما نمی دانید. مادران فرزندان خود را 2 سال تمام شیر می دهند. این برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند، و بران کس که فرزند برای او متولد شده لازم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته در مدت شیر دادن بپردازد، حتی اگر طلاق گرفته باشد. هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست، نه مادر به خاطر اختلاف با پدر حق ضرر زدن به کودک را دارد و نه پدر، و بر وارث او نیز لازم است این کار را انجام دهد. و اگر آن دو با رضایت یکدیگر و مشورت بخواهند کودک را زودتر از شیر بازگیرند، گناهی بر آنها نیست. و اگر خواستید دایه‌ای برای فرزندان خود بگیرید، گناهی بر شما نیست، به شرط اینکه حق گذشته مادر را به طور شایسته بپردازید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید، و بدانید خدا به آنچه انجام می دهید بیناست. و کسانی که از شما می میرند و همسرانی باقی می گذارند، باید 4 ماه و 10 روز انتظار بکشند و عده نگه دارند، و هنگامی که به آخر مدتشان رسیدند، گناهی بر شما نیست که هر چه می خواهند درباره خودشان به طور شایسته انجام دهند و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند، و خدا به آنچه عمل می کنید آگاه است. و گناهی بر شما نیست که به طور کنایه از زنانی که همسرانشان مرده اند خواستگاری کنید، و یا در دل تصمیم بر این کار بگیرید بدون اینکه آن را اظهار کنید. خداوند می دانست شما به یاد آنها خواهید افتاد، ولی پنهانی با آنها قرار زناشویی نگذارید، مگر اینکه به طرز پسندیده ای
به طور کنایه اظهار کنید، ولی در هر حال اقدام به ازدواج ننمایید تا عده آنها سرآید، و بدانید خداوند آنچه را در دل دارید می داند. از مخالفت او بپرهیزید و بدانید خداوند آمرزنده و بردبار است. اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی یا تعیین مهر به عللی طلاق دهید، گناهی بر شما نیست و در این موقع آنها را با هدیه‌ای مناسب بهره‌مند سازید. آن کس که توانایی دارد به اندازه تواناییش، و آن کس که تنگ دست است به اندازه خودش هدیه‌ای شایسته بدهد، و این بر نیکوکاران الزامی است. و اگر زنان را پیش از آن که با آنها تماس بگیرید و آمیزش جنسی کنید طلاق دهید، در حالی که مهری برای آنها تعیین کرده اید، لازم است نصف آنچه را تعیین کرده اید به آنها بدهید، مگر اینکه آنها حق خود را ببخشند یا آن کس که گره ازدواج به دست اوست آن را ببخشد. و گذشت کردن شما و بخشیدن تمام مهر به آنها به پرهیزگاری نزدیکتر است، و گذشت و نیکوکاری را در میان خود فراموش نکنید که خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست. در انجام همه نمازها و به خصوص نماز وسطا، نماز ظهر کوشا باشید و از روی خضوع و اطاعت برای خدا بپاخیزید، و اگر به خاطر جنگ یا خطر دیگری بترسید، نماز را در حال پیاده یا سوار انجام دهید. اما هنگامی که امنیت خود را بازیافتید، خدا را یاد کنید، همان گونه که خداوند چیزهایی را که نمی دانستید به شما تعلیم داد. کسانی که از شما در آستانه مرگ قرار می گیرند و همسرانی از خود به جا می گذارند، باید برای همسران خود وصیت کنند که تا یک سال آنها را با پرداختن هزینه زندگی بهره‌مند سازند، به شرط اینکه آنها از خانه شوهر بیرون نروند و اقدام به ازدواج مجدد نکنند، و اگر بیرون روند حقی در هزینه ندارند، ولی گناهی بر شما نیست نسبت به آنچه درباره خود به طور شایسته انجام می‌دهند، و خداوند توانا و حکیم است. برای زنان مطلقه هدیه مناسبی لازم است که از طرف شوهر پرداخت گردد. این حقی است بر مردان پرهیزگار. این چنین خداوند آیات خود را برای شما شرح می‌دهد، شاید اندیشه کنید. آیا ندیدی جمعیتی را که از ترس مرگ از خانه‌های خود فرار کردند و آنان هزارها نفر بودند؟ خداوند به آنها گفت بمیرید، سپس خدا آنها را زنده کرد. خداوند نسبت به بندگان خود احسان می کند، ولی بیشتر مردم شکر او را به جا نمی آورند. در راه خدا پیکار کنید و بدانید خداوند شنوا و داناست. کیست که به خدا قرض الحسنه ای دهد تا آن را برای او چندین برابر کند؟ و خداوند است که روزی بندگان را محدود یا گسترده می سازد و به سوی او بازگردانده می شوید. آیا مشاهده نکردی جمعی از بنی اسرائیل را بعد از موسی که به پیامبر خود گفتند زمامدار و فرماندهی برای ما انتخاب کن تا زیر فرمان او در راه خدا پیکار کنیم؟ پیامبر آنها گفت شاید اگر دستور پیکار به شما داده شود سرپیچی کنید و در راه خدا جهاد و پیکار نکنید. گفتند چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم در حالی که از خانه ها و فرزندانمان رانده شده ایم؟ اما هنگامی که دستور پیکار به آنها داده شد، جز عده کمی از آنان همه سرپیچی کردند.
و خداوند از ستم کاران آگاه است. پیامبرشان به آنها گفت خداوند تالوت را برای زمامداری شما مبعوث کرده است. گفتند چگونه او بر ما حکومت کند با اینکه ما از او شایسته تریم و او ثروت زیادی ندارد؟ گفت خدا او را بر شما برگزیده و او را در علم و قدرت جسم وسعت بخشیده است. خداوند ملکش را به هر کس بخواهد می بخشد و احسان خداوند وسیع است و از لیاقت افراد برای منصبها آگاه است. و پیامبرشان به آنها گفت نشانه حکومت او این است که صندوق عهد به سوی شما خواهد آمد، همان صندوقی که در آن آرامشی از پروردگار شما و یادگارهای خاندان موسی و هارون قرار دارد، در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند. در این موضوع نشانه ای روشن برای شماست اگر ایمان داشته باشید. و هنگامی که تالوت به فرماندهی لشکر بنی اسرائیل منصوب شد و سپاهیان را با خود بیرون برد، به آنها گفت خداوند شما را به وسیله یک نهر آب آزمایش می کند. آنها که از آن بنوشند از من نیستند و آنها که جز یک پیمان با دست خود بیشتر از آن نخورند از من هستند. پس جز عده کمی همگی از آن آب نوشیدند. سپس هنگامی که او و افرادی که با او ایمان آورده بودند و از بوته آزمایش سالم به در آمدند، از آن نهر گذشتند، گفتند امروز ما توانایی مقابله با جالوت و سپاهیان او را نداریم. اما آنها که می دانستند خدا را ملاقات خواهند کرد، گفتند چه بسیار گروه های کوچکی که به فرمان خدا بر گروه های عظیمی پیروز شدند، و خداوند با صابران و استقامت کنندگان است. هنگامی که در برابر جالوت و سپاهیان او قرار گرفتند، گفتند پروردگارا پیمانه شکیبایی و استقامت را بر ما بریز و قدمهای ما را ثابت بدار و ما را بر جمعیت کافران پیروز بگردان. سپس به فرمان خدا آنها سپاه دشمن را به هزیمت واداشتند و داوود نوجوان نیرومند و شجاعی که در لشکر تالوت بود جالوت را کشت و خداوند حکومت و دانش را به او بخشید و از آنچه می‌خواست به او تعلیم داد. و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی‌کرد، زمین را فساد فرا می‌گرفت، ولی خداوند نسبت به جهانیان لطف و احسان دارد. اینها آیات خداست که به حق بر تو می‌خوانیم و تو از رسولان ما هستی. بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم، برخی از آنها خدا با او سخن می گفت و بعضی را درجاتی برتر داد، و به عیسی ابن مریم نشانه های روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید نمودیم، و اگر خدا می خواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه های روشن که برای آنها آمد جنگ و ستیز نمی کردند، ولی این امت ها بودند که با هم اختلاف کردند، بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند. اگر خدا می خواست با هم پیکار نمی کردند، ولی خداوند آنچه را می خواهد از روی حکمت انجام می دهد. کسانی که ایمان آورده اید از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید، پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروش است و نه دوستی و نه شفاعت، و کافران خود ستمگرند. هیچ معبودی نیست جز خداوند یگانه زنده که قائم به ذات خیش است و موجودات دیگر قائم به او هستند.
هیچگاه خواب سبک و سنگینی او را فرا نمی گیرد. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست، کیست که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند؟ آنچه را در پیش روی آنها و پشت سرشان است می داند و کسی از علم او آگاه نمی گردد جز به مقداری که او بخواهد. تخت حکومت او آسمان ها و زمین را در بر گرفته و نگاهداری آن دو او را خسته نمی کند. بلندی مقام و عظمت مخصوص اوست. در قبول دین اکراهی نیست، زیرا راه درست از راه انحرافی روشن شده است. بنابراین کسی که به طاغوت کافر شود و به خدا ایمان آورد، به دستگیره محکمی چنگ زده است که گسستن برای آن نیست و خداوند شنوا و داناست. خداوند ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند. آنها را از ظلمتها به سوی نور بیرون می برد. اما کسانی که کافر شدند، اولیای آنها طاغوت ها هستند که آنها را از نور به سوی ظلمت ها بیرون می برند. آنها اهل آتشند و همیشه در آن خواهند ماند. آیا ندیدی کسی که با ابراهیم درباره پروردگارش محاجب و گفتگو کرد؟ زیرا خداوند به او حکومت داده بود. هنگامی که ابراهیم گفت خدای من آن کسی است که زنده می کند و می میراند، او گفت من نیز زنده می کنم و می میرانم. ابراهیم گفت خداوند خورشید را از افق مشرق می آورد، خورشید را از مغرب بیاور. در اینجا آن مرد کافر مبهوت و وامانده شد و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند. یا همانند کسی که از کنار یک آبادی ویران شده عبور کرد در حالی که دیوارهای آن به روی سقف‌ها فرو ریخته بود و اجساد و استخوان‌های اهل آن در هر سو پراکنده بود. او با خود گفت چگونه خدا اینها را پس از مرگ زنده می کند؟ در این هنگام خدا او را 100 سال میراند، سپس زنده کرد و به او گفت چقدر درنگ کردی؟ گفت 1 روز یا بخشی از 1 روز. فرمود نه، بلکه 100 سال درنگ کردی. نگاه کن به غذا و نوشیدنی خود که همراه داشتی، با گذشت سالها هیچ گونه تغییر نیافته است. ولی به اولاغ خود نگاه کن که چگونه از هم متلاشی شده. این زنده شدن تو پس از مرگ هم برای اطمینان خاطر توست و هم برای اینکه تو را نشانه ای برای مردم در مورد معاد قرار دهیم. اکنون به استخوان‌های مرکب سواری خود نگاه کن که چگونه آنها را برداشته به هم پیوند می‌دهیم و گوشت بر آن می‌پوشانیم. هنگامی که این حقایق بر او آشکار شد گفت می‌دانم خدا بر هر کاری تواناست. و به خاطر بیاور هنگامی را که ابراهیم گفت خدایا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی. فرمود مگر ایمان نیاورده ای؟ عرض کرد چرا، ولی می خواهم قلبم آرامش یابد. فرمود در این صورت 4 نوع از مرغان را انتخاب کن و آنها را پس از ذبح کردن قطع قطع کن و در هم بیامیز. سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را قرار بده، بعد آنها را بخوان، به سرعت به سوی تو می آیند و بدان خداوند قادر و حکیم است. کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند بذری هستند
که 7 خوشه برویاند که در هر خوشه 100 دانه باشد و خداوند آن را برای هر کس بخواهد 2 یا چند برابر می کند و خدا از نظر قدرت و رحمت وسیع و به همه چیز داناست. کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند سپس به دنبال انفاقی که کرده اند منت نمی گذارند و آزاری نمی رسانند، پاداش آنها نزد پروردگارشان محفوظ است و نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند. گفتار پسندیده در برابر نیازمندان و عفو و گذشت از خشونتهای آنها از بخششی که آزاری به دنبال آن باشد بهتر است و خداوند بی نیاز و بردبار است. ای کسانی که ایمان آورده اید، بخششهای خود را با منت و آزار باطل نسازید، همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می کند و به خدا و روز رستاخیز ایمان نمی آورد. کار او همچون قطع سنگیست که بر آن قشر نازکی از خاک باشد و بذرهایی در آن افشانده شود و رگبار باران به آن برسد و همه خاک ها و بذرها را بشوید و آن را صاف و خالی از خاک و بذر رها کند. آنها از کاری که انجام داده اند چیزی به دست نمی آورند و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمی کند. کار کسانی که اموال خود را برای خوشنودی خدا و تثبیت ملکات انسانی در روح خود انفاق می کنند همچون باقی است که در نقطه بلندی باشد و بارانهای درشت به آن برسد و از هوای آزاد و نور آفتاب به حد کافی بهره گیرد و میوه خود را دوچندان دهد که همیشه شاداب و با تراوت است و اگر باران درشت به آن نرسد بارانی نرم به آن میرسد و خداوند به آنچه انجام میدهید بیناست. آیا کسی از شما دوست دارد که باقی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر درختان آن نهرها بگذرد و برای او در آن باغ از هر گونه میوه‌ای وجود داشته باشد، در حالی که به سن پیری رسیده و فرزندانی کوچک و ضعیف دارد؟ در این هنگام گردبادی کوبنده که در آن آتش سوزانی است به آن برخورد کند و شعله ور گردد و بسوزد؟ این چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار می سازد، شاید بیندیشید. ای کسانی که ایمان آورده اید، از قسمتهای پاکیزه اموالی که به دست آورده اید و از آنچه از زمین برای شما خارج ساخته ایم انفاق کنید و برای انفاق به سراغ قسمتهای ناپاک نروید، در حالی که خود شما به هنگام پذیرش اموال حاضر نیستید آنها را بپذیرید مگر از روی اغماز و کراهت، و بدانید خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است. شیطان شما را به هنگام انفاق وعده فقر و تهی دستی می دهد و به فحشا و زشتی ها امر می کند، ولی خداوند وعده آمرزش و فزونی به شما می دهد و خداوند قدرتش وسیع و به هر چیز داناست. خدا دانش و حکمت را به هر کس بخواهد و شایسته بداند می دهد و به هر کس دانش داده شود خیر فراوانی داده شده است و جز خردمندان متذکر نمی گردند. و هر چیز را که انفاق می کنید یا اموالی را که نذر کرده اید در راه خدا انفاق کنید، خداوند آنها را می داند و ستمگران یاوری ندارند. اگر انفاقها را آشکار کنید خوب است و اگر آنها را مخفی ساخته
و به نیازمندان بدهید برای شما بهتر است و قسمتی از گناهان شما را می پوشاند و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. هدایت آنها به طور اجبار بر تو نیست، ولی خداوند هر که را بخواهد و شایسته بداند هدایت می کند و آنچه را از خوبی ها و اموال انفاق می کنید برای خودتان است، ولی جز برای رضای خدا انفاق نکنید و آنچه از خوبی ها انفاق می کنید پاداش آن به طور کامل به شما داده می شود و به شما ستم نخواهد شد. انفاق شما مخصوصا باید برای نیازمندانی باشد که در راه خدا در تنگنا قرار گرفته اند، نمی توانند مسافرتی کنند و سرمایه ای به دست آورند و از شدت خیشتنداری افراد ناآگاه آنها را بی نیاز می پندارند. اما آنها را از چهره هایشان می شناسی و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمی خواهند. و هر چیز خوبی در راه خدا انفاق کنید خداوند از آن آگاه است. آنها که اموال خود را شب و روز پنهان و آشکار انفاق می کنند مزدشان نزد پروردگارشان است، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شوند. تانی که ربا می خورند در قیامت بر نمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند. گاهی زمین می خورد، گاهی به پا می خیزد. این به خاطر آن است که گفتند داد و ستد هم مانند رباست و تفاوتی میان آن دو نیست، در حالی که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام، زیرا فرق میان این دو بسیار است. و اگر کسی اندرز الهی به او رسد و از رباخاری خودداری کند، سودهایی که در سابق قبل از نزول حکم تحریم به دست آورده مال اوست و این حکم گذشته را شامل نمی گردد و کار او به خدا واگذار می شود و گذشته او را خواهد بخشید. اما کسانی که بازگردند و بار دیگر مرتکب این گناه شوند اهل آتشند و همیشه در آن می مانند. خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاس گناهکاری را دوست نمی دارد. کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زکات را پرداختند، اجرشان نزد پروردگارشان است و نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شوند. ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و آنچه از مطالبات ربا باقی مانده رها کنید اگر ایمان دارید. اگر چنین نمی کنید بدانید خدا و رسولش با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کنید سرمایه های شما از آن شماست، نه ستم می کنید و نه بر شما ستم وارد می شود. اگر بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید و در صورتی که به راستی قدرت پرداخت را ندارد برای خدا به او ببخشید بهتر است اگر بدانید. و از روزی بپرهیزید و بترسید که در آن روز شما را به سوی خدا باز می‌گردانند، سپس به هر کس آنچه انجام داده به طور کامل باز پس داده می‌شود و به آنها ستم نخواهد شد. ایسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که بدهی مدت داری به خاطر وام یا داد و ستد به یکدیگر پیدا کنید آن را بنویسید و باید نویسنده ای از روی عدالت سند را در میان شما بنویسد.
و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد نباید از نوشتن همانطور که خدا به او تعلیم داده خودداری کند. پس باید بنویسد و آن کس که حق بر عهده اوست باید املا کند و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد و چیزی را فرو گذار ننماید. و اگر کسی که حق بر ذمه اوست سفیه یا از نظر عقل ضعیف و مجنون است یا به خاطر لال بودن توانایی بر املا کردن ندارد، باید ولی او به جای او با رعایت عدالت املا کند و دو نفر از مردان عادل خود را بر این حق شاهد بگیرید. و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند انتخاب کنید و این دو زن باید با هم شاهد قرار گیرند تا اگر یکی انحرافی یافت دیگری به او یادآوری کند. و شهود نباید به هنگامی که آنها را برای شهادت دعوت می کنند خودداری نمایند و از نوشتن بدهی خود چه کوچک باشد یا بزرگ ملول نشوید. هرچه باشد بنویسید. این در نزد خدا به عدالت نزدیکتر و برای شهادت مستقیمتر و برای جلوگیری از تردید و شک و نزاع و گفتگو بهتر می باشد، مگر اینکه داد و ستد نقدی باشد که بین خود دست به دست می کنید. در این صورت گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. ولی هنگامی که خرید و فروش نقدی می کنید شاهد بگیرید و نباید به نویسنده و شاهد به خاطر حق گویی زیانی برسد و تحت فشار قرار گیرند. و اگر چنین کنید از فرمان پروردگار خارج شده اید. از خدا بپرهیزید و خداوند به شما تعلیم می دهد. خداوند به همه چیز داند. اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید گروگان بگیرید، گروگانی که در اختیار طلبکار قرار گیرد. و اگر به یکدیگر اطمینان کامل داشته باشید گروگان لازم نیست و باید کسی که امین شمرده شده و بدون گروگان چیزی از دیگری گرفته امانت و بدهی خود را به موقع بپردازد و از خدایی که پروردگار اوست بپرهیزد و شهادت را کتمان نکنید. و هر کس آن را کتمان کند قلبش گناهکار است و خداوند به آنچه انجام می دهید داناست. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و از این رو اگر آنچه را در دل دارید آشکار سازید یا پنهان، خداوند شما را بر طبق آن محاسبه می کند. سپس هر کس را بخواهد و شایستگی داشته باشد می بخشد و هر کس را بخواهد و مستحق باشد مجازات می کند و خداوند به همه چیز قدرت دارد. پیامبر به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده است و همه مؤمنان نیز به خدا و فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده اند و میگویند ما در میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمیگذاریم و به همه ایمان داریم. و مؤمنان گفتند ما شنیدیم و اطاعت کردیم، پروردگارا انتظار آمرزش تو را داریم و بازگشت ما به سوی توست. خداوند هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کند. انسان هر کار نیکی را انجام دهد برای خود انجام داده و هر کار بدی کند به زیان خود کرده است. مؤمنان می گویند پروردگارا اگر ما فراموش یا خطا کردیم ما را مؤاخذه مکن. پروردگارا تکلیف سنگینی بر ما قرار مده
آنچنان که به خاطر گناه و طغیان بر کسانی که پیش از ما بودند قرار دادی. پروردگارا، آنچه طاقت تحمل آن را نداریم بر ما مقرر مدار و آثار گناه را از ما بشوی و ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده. تو مولا و سرپرست مایی، پس ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان.